شاهد این هستیم که پس از 12 سال رئیس جمهور مصر میره ترکیه. دلیل این که روابط مصر و ترکیه طی سالهای گذشته آنچنان خوب نبوده، یا شاید بهتر باشه بگم دچار تنش بوده، چی بود و حالا چی شده که حالا میرن به سمت عادی سازی؟ دلیلش این بود که 12 سال قبل آقای اردوان تصور میکرد که با بهار عربی که در مصر و تونس و لیبی و سوریه شروع شده و در همه جا اخوان المسلمین در حال رسیدن به قدرت هستند، اردوان همیشه رهبر جهان مسلمان اخوان المسلمین. و بعد از کودتای السیسی علیه اخوان المسلمین، علیه محمد مرسی، رابطه ترکیه و مصر قطع شد. حتی اردوان آقای السیسی رو قاتل نامید و باعث شد که سفارتخونه هاشون بسته بشه و 12 سال رابطه نداشته باشن. ولی الان بعد از این 12 سال بهار عربی به شکست انجام میده. سیاست اخوان المسلمینی ها در تمام این کشورهای بهار عربی به شکست انجام میده و آقای اردوان مجبور شده یه تجدید نظری در سیاستش بکنه و به همین علت اون سیاست 12 سال قبلش رو عوض کرده. رابطهش با کشورهای عربی که خراب بود به همین علت به اصطلاح تحسین داده، حالا هم با مصر سعی میکنه که رابطه بهتری برقرار کنه. این در حقیقت نقطه عطفیه و این به همین علت هم گفته میشه که این بازدید مصر، بازدید السیسی از ترکیه در حقیقت یه اتفاق تاریخی، چون به هر حال این دو کشور امکاناتی دارن که اگر بشه این بتونن این امکانات رو با هم دیگه تجمع بکنن، کارهای بزرگی میتونن انجام بدن. جامس از تصاویرش رو هم داریم میبینیم، استقبال چشمگیر و خوبی هم، بسیار جالبی هم کرده اردوغان از سیسی در هنگام ورود. چه تأثیری روی منطقه خواهد گذاشت؟ شاهد بحران هستیم، همین نوار غزه که بارها با هم در موردش صحبت کردیم، این نزدیکی این دو کشور چه میتونه بکنه برای آتش بس یا اینکه یه راه حلی برای منازعات منطقه ایجاد بکنه؟ اولا باعث میشه که موضع مصر در برابر اسرائیل تقویت بشه، چون به هر حال همونطور که میدونید همین الان شما هم گزارش دادید در مسئله به اصطلاح این فیلادلفی، یعنی مرز، نوار مرزی بین غزه و مصر، در حقیقت این طرف جریان حماس نیست، طرف جریان مصره. چون در حقیقت در قرارداد صلح بین اسرائیل و مصر قرار بوده که کنترل این مرز در دست مصری ها باشه و در یه طرف و در طرف دیگه هم دست فلسطینی ها باشه. بنابراین این ادعای نتانیاهو که میخواست کنترل این مرز رو در دست بگیره عملا با مشکل روبرو میشه. همطور که گزارش دادید حتی آمریکا هم موفق شده نتانیاهو رو قانع کنه که اگر میخواهی رابطه صلح تو با اسرائیل حفظ کنی، باید از این کاری که میخوای انجام بدی، یعنی کنترل نوار مرزی مصر و غزه، دست برداری. و به همین علت باعث میشه که اصولا موضع مصر در برابر اسرائیل تقویت پیدا کنه. علاوه بر این، این دو کشور یه امکاناتی دارن که میتونن مکمل همدیگه باشن. مصر امکانات انرژی داره و ترکیه هم امکانات صنعتی وسیعی داره. یکی از تولید کنندگان بزرگ پهپاد در جهان هست و قرار شده که 20 قرارداد تجاری ببندن با همدیگه. یعنی بزرگ اقتصادی با همراه السیسی هست. قرار هست که در زمینه بهداشت، فرهنگ و انرژی با قراردادهای مفصلی ببندن. اردوان صحبت از این میکنه که به زودی حجم مبادلاتشون به 20 میلیون خواهد رسید، 20 میلیارد معذرت میخوام دلار خواهد رسید. حالا باید ببینیم که تا چه حد این پیشگویی ها به حقیقت بپیونده. آقای سعدزاده مثل همیشه ممنونم از توضیحاتتون.